سلام، من دکتر امین حسینی هستم و این جلسه دوم درمان اضطراب مونه. توی این جلسه میخوام در رابطه با آرامسازی با شما صحبت بکنم. شاید فکر کنید نحوه آرامسازی رو بلدین، اما نوعی از آرامسازی که در اینجا نحوه انجام اون رو میخوام بهتون بگم تکنیکی خاص و لذت بخشه که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. برای تصور اینکه آرامسازی در هنگام اضطراب چجوری به شما کمک میکنه، اول به احساسات بدنی خودتون در هنگام اضطراب توجه بکنید. آیا شانه هاتون منقبض و به سمت بالا جمع شده؟ ابروهاتون گره خورده؟ شاید مشتاتون جمع شده و راه رفتنتون سفت و سخت‌تر شده؟ حتی ممکنه توی معده‌تون احساس ناراحتی بکنید. مهارت های آرامسازی که توی این فایل میخوام بهتون بگم به شما کمک میکنه توی بدنتون تغییراتی مثبت و واقعی ایجاد بکنید. این آرامش عمیق خیلی خوشاینده و توسط یک متخصص قلب و پژوهشگر ذهن بدن به اسم هربرت بنسون اولین بار شرح داده شده. زمانی که وارد حالت آرامش عمیق میشین، ضربان قلب و تنفستون کند میشه، فشار خون کاهش پیدا میکنه، انقباض عضلات کم میشه و تنش در شما کاهش پیدا میکنه. توی این لحظات امواج آلفای مغز افزایش پیدا میکنه و در نتیجه احساس آرامش و امنیت میکنید. در واقع با ایجاد تغییر در علائم فیزیولوژیکی احساس اضطراب هم کاهش پیدا میکنه. برای انجام این کار فقط یه ترفند وجود داره. باید یاد بگیرید و حداقل یکی از فنون آرامسازی رو اینقدر انجام بدید که درون شما نهادینه بشه. خب، خبر خوب اینه که یادگیری این تکنیک ها کار راحتیه و با یه بار تمرینم میتونید به اونا مسلط بشید و هنگامی که بهش نیاز دارید انجام بدید. ممکنه فقط روی تکنیکی کار بکنید که برای شما مفید تره، یا شاید هم ترجیح بدید در زمانهای مختلف از تکنیکهای متفاوت استفاده بکنید. خب، حالا وقتشه که با هم تمرینات رو شروع بکنیم. اولین و اساسی ترین تکنیک آرامسازی تنفس عمیقه. من مراحل این کار رو یکی یکی براتون شرح میدم و شما هم همراه من این کار رو انجام بدید. مرحله اول اینه که یه محیط آروم و بی سر و صدا رو انتخاب کنید. بشینید یا دراز بکشید و چشمای خودتون رو به آرامی ببندید. خب، اگه الان توی محیط شلوغ هستین، برین توی یک محیط آروم و بی سر صدا و بشینید یا دراز بکشید و چشمای خودتون رو ببندید. حالا که این کارو کردین، یه دست خودتون رو روی شکمتون و دست دیگه‌تون رو روی قفسه سینه خودتون بذارید. به آرومی و ملایمت نفس بکشید. نفس رو به قدری عمیق کنید که شکم شما پر از هوا بشه. توی این حالت دستی که روی شکمتونه باید بیشتر از دستی که روی قفسه سینه شماست بالا و پایین بشه. مرحله بعدی اینه که نگران این نباشین که تنفستون باید چقدر کند یا تند باشه. فقط اجازه بدین اکسیژن به طور طبیعی و راحت بیاد و بره. حالا هنگامی که تنفستون ریتم منظمی پیدا کرد، شروع به شمارش بازدمهای خودتون بکنید. وقتی به عدد 10 رسیدین، دوباره از عدد 1 شروع به شمارش بکنید. این روند رو حداقل به مدت 10 دقیقه یا تا جایی که احساس آرامش و راحتی بکنید انجامش بدین. خب، حالا که تمرین آرامسازی رو یاد گرفتید، به مدت 2 روز این تمرین رو انجام بدید. هر روز 1 بار. میتونید ساعتتون رو برای 10 دقیقه کوک بکنید که زمانی که 10 دقیقه به اتمام رسید، شما متوجه بشید که تمرین به اتمام رسیده. بجز امروز، فردا و پس فردا رو هم این تمرین رو انجام بدید. بعد از اینکه 2 روز هر روز روزی 10 دقیقه این تمرین رو انجام دادید، میتونید جلسه 3 درمان اضطراب رو گوش بکنید. یادتون باشه که تغییر گام به گام و با متعهد بودن به تمرینات روان درمانی میتونه صورت بگیره.
پس حتما درست تمرینات رو انجام بدین و صبور باشین.